درود و سلام دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. دوستان در این ویدیو میخوایم در مورد پروژه های کارخانگی که براتون داده بودم، در مورد کاور فیسبوک براتون گفتم دیزاین کنیم، میخوایم در مورد دیزاین های شما صحبت کنم. خب اول میریم و خودم و موضوعی را که مستان خواسته بودم امورا میبینیم. ببینین، من یک پوست کده بودم در صفحه فیسبوکم، گفته بودم که پروژه کاور، گفته بودم پروژه کار خانگی لطفا همه سهم بگیرید، یک کاور فوتو برای صفحه فیسبوک من دیزاین کنید تا صفحه مرا خوب معرفی کرده بتواند. مشخصات نیاز به استفاده از نام و عکس هم نیست، ولی باید صفحه را معرفی کرده بتواند. تمام موضوعاتی که در پروژه دیزاین کاور کار کردیم را در نظر بگیرید. یک پروژه ما کار کردیم در بخش پروژه فتوشاپ که کاور فیسبوک دیزاین میکنیم که البته میگم لی اوتش است. باز گفته بودم که تا چهارشنبه ساعت 9 شب وقت دارین و در یک ویدیو روی همه دیزاین های شما صحبت میکنم و دیزاین های برتر را در کاور فوتوی خود استفاده خواهم کرد. دیزاین های خود را در گروپ افغان گرافیک دیزاینرز پست کنید و در کامنت همین پست هم بگذارید. و دوستان عزیز، بعضی ها در کامنت نگذاشته بودن و تنها در خود گروپ انداخته بودن، او هم درست است، مشکل نیست، ولی لطفا در هر دو جای اگر تانستین باید ازی هم در گروپ بگذارین هم در اوجی، بخاطر ازی که من نمیخوایم که کدام تصویر یا کدام کاور از پیش من بانه یا کدام پروژکت یک شخص که کارخانه خود انجام میده یا فرضاً همین دیزاین خود انجام میده از پیش من بانه، مثلا ازو صحبت نکنم، یعنی هرچی نباشه در دو جای باشه که از یک جای گرفته نتونستین دیگه جای باشه، چون تعداد پست ها همیشه زیاد است و بعضی وقتا یگان کامنت ها نشان داده نمیشه، بعضی وقتا هم یگان پست ها فرضاً در گروپ زیر میشه. از اون خاطر اگر در دو جای بندازیم بسیار خوب است و بعضی دوستای دیگه هم ادمین ها هستن که اونا هم میتونن که بازور بگیرن و بر روان کنن. خب عزیزا، میریم و شروع میکنیم کار خود. ببینید عزیزا، از همین آمدیم در گروپ افغان گرافیک دیزاینرز، در اینجا کلگی پست کرده، از همین بالا تا پایین میریم دانه دانه هر تصویر که آمد سر از همون صحبت میکنیم. خب ببینید، خب یه مربوط کارخانگی نمیشه. اولیش از دوست ما واسه نوری است که فیسبوک کاور دیزاین کرده و این کاورش است. میریم و ایره در فتوشاپ سرش صحبت میکنیم، آنالایزش میکنیم. خب ببینید دوستان عزیز، ما در فتوشاپ همی خود لیاوت را که دیزاین کنیم ایره باز کردیم و میاییم همی تصاویری را که شما عزیزا کار کنیم و کلش را در یک فولدر گذاشتیم و ایره دانه دانه سر از این صحبت میکنیم. خب اولین تصویر کدام بود؟ اینمی تصویر بود، کلانش میکنیم و میبینیم که رقم است. خب اولین موضوعی که در مورد از این عکس هست ای است که فکس نیست، فکس نظر به اون سایز که ما گفته بودیم که باید سایز چند باشه، باید 360 در 820 باشه، بیدین 360 در 820 سایز کلی باشه و باز نظر به لیاوت اینو متوجه باشیم که از لیاوت مخارج نشه. خب سایزش کمک خورتر است، ببینیم چند پکسل میشه. ببینین، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 پکسل ارتفاعش کم است، 9 پکسل ارتفاعش کمتر است که واسه جان بازیری در دیزاین قبلی در نظر داشته باش که بسیار باید فکس باشد دیزاینت. خب دیگه میایم از لحاظ لی اوت میبینیم. ببینید مثلا ایلمده ایجا قرار دادم به شکل فکس مانده میشه، سعی کنین این قسمت بسیار خوب کار کردم، تکست تاور میشه که تکست کاملا در سیف ایریا است. در سیف ایریا یعنی که همین قسمت که رنگ سبز تیره داره در اون قسمت بود. ببینین، من یک کمک اپسیدی کم میکنم که پشت سرم مالم شد. ببینین، خب از این لاین ها هم مالم بشم، از این گایدلاین ها. ببینین تکست بسیار خوب خوب جای گذاشته شده و استفاده از تکست هم بسیار خوب بوده. ببینین از لحاظ تایپ فیس خوب تایپ فیس استفاده کردم، مثلا باریک است ولی بزرگ نوشته شده. خود در مورد تایپ فیس یا فونت هم اگر ببینیم فونت خوب استفاده کرده، خواهی که تکستش چی است ای مد نظر ما فعلا نیست، فقط لازم یک الیمنت گرافیک خوب استفاده کرده و خوب دیزاین داده شده. و اگر این قسمت دست چپش مسایی کنید دوستای عزیز، در اینجا که ببینید یک قسمت از دایره از تصویر ما خارج میشه، یک مقدارش خارج میشه بسیار کمش و یک مقدارم در بالا اگه دقت کنین خارج میشه.
که به نظر من وقتی که ما گریدینگ میکنیم اگر اون فکس انجام بدیم بسیار خوب است. من یک کار دیگه میکنم، یک تصویر کم اینا جو کنم میگیرم و یک کمکی دیگه کلانتر میکنم میبینم، یعنی اگر که استرچ کنیم خب باز پس دارت اول میبرم غرض نمیگیره میشه، ولی بازم یک مقدارش بالا رفته و این قسمت که در طرف دست چپ رفته این مشکل نیست. ببینید دوستان عزیز، ما وقت دیزاین میکنیم یک چیزی را فرضاً میتونیم از صفحه بیرون کنیم، فرضاً من اینمی دایره را میتونم که نیمشه بیرون کنم پروا نداره، ولی اگر من فقط یک کمکش بیرون کنم این به این مناسب که از پیش من اشتباه شده، این به این مناسب که من متوجه از اون نبودم، ولی وقتی که این قسمت مقدار زیادش خارج شده از صفحه این مشکل نیست، فرضاً یک نفر میفهمه که این از قصد شده، این دیزاینر امیر کم پلانش بوده که از صفحه خارج شوه، به خاطر از اینکه اگر دیزاینر متوجه گریدینگ نمی بود حتماً این تکس هم یک کمکش بیرون برامد. اما نه، دیزاینر متوجه گریدینگ بوده، یک کمک این قسمت اشتباه شده که باید قدر بیرون نمی رفت. گفتم در دیزاینتان یا یک چیز رو وقتا فرضاً نیم صفحه می خواهید عکس بانید که نیم روی یک نفر بانم شده، یا کاملا نیم رویش بانید فقط دیگه قسمت شکت کنین، یا ای که اگر که مکمل میمونین دیگه باز مکمل بانین، یک کمک از روی کت نکنین، مستدی باری که فقط می استروک دایره کمکش کت شده. خب میام سر عنصر بعدی گرافیک یعنی رنگ صحبت میکنیم. دوستان عزیز، رنگ دیگه ببینین، خب اول رنگ عمومی از میبینیم که آبی به سبز در گریدینت رفته، گریدینت استفاده کردن. یکی از دوستان در کامنت بهشون گفته بود که رنگتون درست استفاده نکردین، یک ذره مشکل در رنگتون است، ولی به نظر من مشکل نیست، این رنگ ها نظر به قوانین رنگی یا با هم دیگه کار میکنن. ببینین ما در سایت color.adobe.com میرم، color.adobe.com در این قسمت ما داریم 3D. در بخش 3D اگر شما سعی کنین 3D color کس یا رنگ های 3D کس، آبی و سبز با هم دیگه میشه که اینجا از یک خاندان گرفته شده. اگر شما دقت کنین در این قسمت در گریدینت شما در اینجا ببینین تقریبا امو گریدینت هست که ما در اینجا داریم، البته فکس امو نیست چون ما فکس ویلی های رنگ ها رو وارد نمی کنیم، قدر سر از این وقت نداریم، ولی این گریدینت که دیگه میبینین تقریبا امو گریدینت هست که ما دوست ما در این قسمت استفاده کردن. و خب او هم شد. ببینین در مورد رنگ هم گپ زدیم، دانه دانه المنت های گرافیک دانه دانه سرش گپ کردیم، سر تایپ فیس صحبت کردیم، سر کالر صحبت کردیم، دیگه سر قوانین دیزاین که یعنی سر لی اوت بود، در لی اوت اول صحبت کردیم، اینا رو میریم سر شیپز صحبت بکنیم. ببینید دوستان عزیز، تصویر ما متشکل از یک دایره هست و دو دونه شیپ در دو بغل، یا میتونیم فقط بگیم این دو شیپ نیست، این شیپ وسطی یک شیپ است، هر رقم بخوایم در کل ما میتونیم ببینیم که یک شیپ در این قسمت به وجود اومده، یک شیپ در این قسمت به وجود اومده و یک دونه دایره هم در اینجا ما داریم و یک شیپ هم در قسمت مرکزی وجود داره. تمام از این شیپ هایی که در بک‌گراند هستن شیپ هایی هستن که اضلاعشان صاف است، انحنا ندارن، و یک دایره ما داریم در اینجا که از لحاظ کانترست دایره با این شیپ ها بسیار خوب استفاده شده. ما نمیتونیم که بسیار زیاد فرضاً دایره های متفاوت در اینجا استفاده کنیم، ولی یک دایره همراه از این شیپ هایی که کلش صاف است کار خوب استفادهش. و موضوع دیگه ای که اگر دقت کرده باشین، موضوع بعدی ای که دوستان عزیز اگر دقت کرده باشین در تمام انظمی بک‌گراند رو ببینین، بعضی ابسترکت های هست که خود از اینا یک زاویه دارن. ببینین زاویه که در ابسترکت ها هست دقت کنین، تنها مشکلی که وجود داره ببینین این قسمت ما یک بک‌گراند داریم مثل یک تکسچر، ولی این تکسچر هم یک زاویه داره، زاویه از این تکسچر با زاویه که در این خود شیپ از یک رقم، ببینین یک زاویه از این با یک زاویه از این یک رقم است که چشم راحت نگاه میکنه، ولی ما اینجا یک شیپ دیگه داریم در بک‌گراند، ببینین یک شیپ دیگه در این، یعنی چندین شیپ که به یک طرف سمت به یک سمت رفتن، و باز اگر که ما پس بیایم و این بک‌گراند ببینیم، این بک‌گراند خب گفتم یک طرفش درست است همراه از این موازی است، ولی یک زاویه دیگه هم دیگه دو زاویه دیگه، یک زاویه اینی است که یک خط رفته، این هم یک زاویه داره که زاویه هم روی همسان نیست، و این زاویه دیگه هم روی یه چیز همسان نیست دیگه، که کمک باعث میشه که دیزاین ما را بسیار بیروبارک نشان بده، به اون خاطر اینی زاویه ها هم بسیار باید در نظر گرفته شوه. و یک موضوع دیگه هم که فرضاً ببینین اینجا در قسمت که تکست نوشته کرده، این رنگ آبی را از این رنگ آبی گرفته که بسیار معقول است، خب این رنگ سفید هم که گرفته بسیار خوب کار میده چون سفید ما داریم زیاد در تصویر، و این رنگ دو رقم رنگ سیاه گرفتن در اینجا، یک رنگ سیاهی که یک ذره گری است، یک رنگ سیاهی که تیز است. به نظر من غیر تاور منیج میکردن، تاور جور میکردن که این رنگ ها
حداقل هم دو رنگ استفاده میشد خوبتر بود. حالا فعلا تقریبا ما 4 رنگ در اینجا استفاده داریم که دو رقم خوبتر میشد. و یک موضوع دیگه ای که این قسمت آیکن ها را میتونستن از رنگ آبی بتن، چون این قسمت رنگ آبی داده بودیم و رنگ آبی فکر کنین رنگ اصلی ما شده در اینجا. اگه اون رقم میشد که آیکن ها رنگ شابی باشه بهتر میشد. خب تشکر بسیار زیاد واسه جان، موضوعاتی که مربوط تصویر میشد براتون گفتم. امیدوار هستم که در دفعه بعدی دیگه متوجه از این موضوعات هم باشین. خب این تصویر دلیت میکنیم و میریم تصویر دیگر رو باز میکنیم. خب این عکس شد، میریم پایین. عزیزای ببینین، من تصاویری که براتون سر صحبت میکنم یعنی نظر به قوانین و نظر به موضوعات که در گرافیک دیزاین است که براتون درس هم دادیم، نظر به اون موضوعات براتون میگم. من نظر به شوق و علاقه یا نظر به سلیقه خود نمیگم. امیدوار هستم کسایی که تصاویرشون سر صحبت میکنیم ناراحت نشن و میفهمم دوستای ما کلگی شکر احمد کلتان بلد هستین، میفهمین از لحاظ گرافیک دیزاین، ولی یکان موضوعات را که براتون من میگم امیدوار هستم ناراحت نشین و به خاطر خودتان میگم. خب این دوست عزیز تصویر بعدی رو وارد کردیم. خب ببینیم که نام دوست ما که جوان کرده چی است. سونیل محمدی. خب سونیل جان ببینین چه رقم کار کرده. داخل لی اوت هست تصویرشان بسیار خوب است و اگه دقت کنین این دایره را استفاده کرده و این دایره هم بسیار خوب است. داخل لی اوت ما، داخل سیف ایریای ما است. دیزاینش هم بسیار خوب است، یعنی متشکل از ابسترکت شیپ ها است و یک تصویر دیگه ماسک کردن یه مشکل نداره، بسیار خوب است. و یک موضوعی که دیگه میخوایم بگیم، اینا رو میدیم شروع میکنیم سر الیمنت ها. ببینید یک الیمنت خو تکس است، گرافیک دیزاین اینجا نوشته کردن. گرافیک دیزاین که اینجا نوشته کردن، اگر شما سعی کنین مثلا من بیایم اینجا میخوایم که لی اوت کنم اینجا، ببینین این لوگو امرای درس بسیار خوب در لی اوت قرار داره، ولی وقتی پایین میایم ببینین اول که اینی آیکن دیگه به جای است، هیچ یعنی قابلیت ایجا یا کدام استفاده نداره. موضوع دوم ای که این قسمت که تکس ها، خود ما در مورد تکس گفتیم گپ میداریم، این تکس همراه هیچ چیز الائن نیست. ببینین وقتی که تکس ها بخواییم که الائن کنیم در زیرش هیچ چیز نیست که تکس همراه از او الائن شده باشه، حتی این تکس یا آیکنه که مربوط یوتیوب میشه. اینجا رو میتونستن طور کنن که فرضاً اگه این تکس مربوط لوگو میشه باید طور میکنن که خود لوگو استفاده میکردنشه، و اگه مربوط لوگو نمیشه و یک تکس جداست باید کمک این طرف میساختنش که امرای ازی الائن میشد. بخاطر که فعلا ما همین قسمت درست است که چوکات ما بسیار خوب است، ولی هیچ الائنمنت دیگه نداریم. در اینجا ببینین ای آیکن امرای ای چیز الائنمنت نیست، الائنمنت نداره. ای آیکن که در پایین هستی هم امرای ای چیز الائنمنت نداره. و به می شکل اگر شما دقت کنین ما یک چیز دیگه میبینین، این تکست هم امرای یه چیز الائنمنت نیست، که اگر این موضوع در نظر گرفته شود در دیزاین های بعدیتان بسیار خوب میشه. باش من پس پاک میکنم، یعنی چیزی که استفاده میکنین فردا میبینین میل سفر نیم میکنم، ببینین این دیزاینتون چقدر مقبول در قسمت در نیم از این سیف ایریای ما قرار گرفته. ببینید سیف ایریای ما از اینجا شروع میشه تا اینجا و چقدر مقبول این دیزاین در مامین از اینجا قرار گرفته، و اینجا هم فکس ما تو یک مربع داریم داخل سیف ایریا، و همین الیمنت هایی که جا بود این طور تنظیم میساختین که به می شکل بسیار مقبول و خوب جای میگرفت و یعنی الائن میبودن با هم دیگه. ببینید چقدر خوب الائن است، از بالا پایین، از چپ از راست، از هر طرف. خود موضوع بعدی رنگ است. ببینید دوستان عزیز، ما در اینجا خود بک‌گراند ما، خود ابسترکت ما دو رنگ داره، دو رنگ بسیار مقبول. حالا اگه دقت کنین در اینجا فرضاً ما اینجا یک لوگو یوتیوب داریم یا هم آیکن یوتیوب است که میتونستم همین رنگم به این رنگ تغییر بدین یا به این رنگ تغییر بدین. رنگش سرخ است و در کنارش ما فرضاً لوگوی درس داریم که هم رنگش هم رنگ خودش است، یا میشد که تغییر کنه. البته ما میتونیم رنگای خودشون هم نگاه کنیم، ولی باید زیاد به چشم نخورن چون لوگو هستن، باید خیلی متفاوتر اونها استفاده میشدن. و همین رنگ که در آیکن درس است با دی دون آیکن دیگه هم هم استفاده شده، با وجودی که اصلا دیزاین ما این رنگ دیگه را داره. و اگر دقت کنید در بخش گرافیک دیزاین ما اینجا یک گریدینت داریم، گریدینت شاید 5-6 رنگ باشه، از این رنگ شروع شده تا این رنگ تقریبا 5-6 رنگ گریدینت است که استفاده شده و کاملا ان پروفشنال است، بخاطر که دیزاین ما بسیار ساده است و دو رنگ است
ولی این باید رقم استفاده نمیشد. و یک موضوع دیگه که میخواستم براتون بگم که این قسمت که آیکن فتوشاپ استفاده کردین و آیکن الستراتور استفاده کردین، اگر ببینین چون چهار طرف کلش مربع است ببینین و آیکن هم یک چیز مربع است، اگر میتونستین همین آیکن زاویه میدادین، همین زاویه 45 درجه میدادین که فکس میشد، بسیار مقبول‌تر میشد. و یک موضوع دیگه که اینجا یک عکس است، یک عکس است که قدر معلوم نمیشه که چی است. گفتم در گرافیک دیزاین یک چیزی را طور نشان بدین که یا خوب واضح و عالم شوه یا که هیچ معلوم نشه یا هیچ نباشه. مثلا پیشتر ما دایره را در مورد صحبت کردیم، گفتم یا طور باشه این دایره که کاملا در داخل چوکات باشه، یا اینکه وقتی که از چوکات میکشین خیلی نمیشه بکشین یا حداقل 3/3 بکشین که بیننده بفهمه که این از قصد بوده. خب سونیل جان در مورد ازیام صحبت کردیم، امیدوارم که ناراحت نشده باشی. من چیزایی را که میفهمم براتون میگم. میریم و سر تصویر بعدی صحبت میکنیم و سونیل جان بسیار با زیبایی ببینیم کمی تصویر در داخل یک موکپ هم استفاده کرده، بسیار مقبول. خیر ببینیم، میریم پایین تر ببینیم که دیگه از کی میاید. اما تو پایین میریم در قسمت از فکر میکنم دیگه شده کامنت انداختم. بله ببینین این همون پوستی است که من کرده بودم، شیر کردم در گروه و چند تا دوستا در کامنت همین دیزاین رو انداختم. خب میریم به اولیش، احمد شهید که احمد جان آل در مورد دیزاین خود صحبت میکنیم. احمد شهید این دیزاین تان است. خب میاریمش به صفحه. خب ببینید دوست عزیز، این افکس فقط برای دسکتاپ جور کرده، یعنی بر موبایل جور نکرده. نظر به لی‌آوت ما ببینید، قسمت های بالایش خالی است، یعنی دهی ببینید چند پکسل اینجا کمبودی داره، چند پکسل کمبودی داره. فکر میکنم که 640 در 312 ایره گرفتن، 360 باید میبود تقریبا 40 چند یا 50 چند 40 چند پکسل کمبودی داره. خواهد داد سایز یک مشکل داره، مشکل اولش احمد جان که سایزش هست. موضوع دوم که از دو سایز ببینین، استفاده از مربع بسیار خوب است، یعنی بسیار مربع رو خوب استفاده کرده، مشکل نداره. و اینجا طور که من گفته بودم در خود تکس که همین کارخانگی رو داده بودم، گفته بودم که اگر تصویر ما رو استفاده نکنین یا فرضاً تکس استفاده نکنین، نام ما رو استفاده نکنین، مشکل نیست. خیرت بودم دیروز ما استفاده کردن، هیچ مشکل نیست. از لحاظ گرافیک سرش گپ می‌دانیم بسیار مقبول است. از لحاظ دیزاین گفتم که خوب تصویر استفاده کردن و مربع ها هم بسیار مقبول است. تنها مشکل هست، مشکل سایزش است که سایزش برای تنها برای دسکتاپ است. و دیگه موضوعی که فرضاً در مورد رنگ اگه شما دقت کنین، رنگایی که استفاده کردن این رنگا در ای جای دیگه در صفحه نیست، رنگایی که در یای کنا است. و حتی دمی لوگوی خودشان هم همی رنگا نیست، اگر می بود در اون صورت هم میشد که فرضاً بگیم از جا گرفته شدن. خب از لحاظ استفاده عناصر و ترتیب دادنشون در روی صفحه، دو سایز ما یک درس را داشتیم به نام بلنس و پراکسیمیتی که باید بلنس داشته باشه دیزاین ها. ببینین من امیر نیم میکنم، ببینین این قسمت هم سیف ایریا یا هم سیف ایریا. در این سیف ایریا ما ببینین در قسمت دستراتش فردن ما نیمشه عکس گرفته تصویر، در این قسمت لوگو هم هست، یک لوگو یک بسیار مهم است، باید یک فضای خوبتر برش می بود. و اینجا نام هم هست و یک قسمت از جام آمده که صحیح لی‌آوت نشده. این امروی از این آلاین هست به نظرم، بله یا آلاین هست ضرورت نداره، ولی به نظر من چه رقمی بود فرزن امی لوگو رو میتونست در قسمت مرکز استفاده کنه یکم خورتر، یعنی آیکن ها و تکس ها رو میتونست پول در پول در اینجا بانه، فرزن فیسبوک اسمت الله اگر، تویتر درس داد اف، فرزن انستاگرام اسمت اگر، پول در پولو این ها رو در اینجا میموند، در بولو هایکش لوگو خورترک میبود و این نام هم اینجا استفاده میشد، بلنس بود. چه رقم یک طرف نام یک طرف تصویر و یک قسمت مابین هم خلاصه کاملا بلنس میشد که هم یک مشکل دیگهش است. و در مورد تایپ فیس یا فونتش ببینید دوستان، اسمت اخگر که نوشته کرده امروی از این فونت بسیار مقبول، ولی ضرور نبود که ایره هم به می رقم نوشته میکرد. احمد جان اگر ایره فرضاً نوشته میکردی فقط به تکست عادی
فلان ایریال میگرفتی یا یک چیز دیگه میگرفتی، کمک باری کمی بود بسیار خوب بود. اینجا فقط پایینش نوشته میکردی گرافیک دیزاین. گرافیک دیزاینر او کانترست به وجود میامد و کانترست تصویر زیباتر میزده. فعلا ما در قسمت فوند خود کانترست نداریم، در قسمت تکست و رنگ خود کانترست که داریم، کانترست ما را ما اجازهش نداریم که استفاده کنیم. پس این سرخ ما از کجا آوردیم؟ اجازه نداریم. خب به هر صورت بازم خیر ببینیم، دیزاینت خوبش است و موضوعاتی که در موردش بود ما برات گفتم. خب حالا میریم سر موضوع دیزاین بعدی. خوی دیزاین مربوط احمد شهید بود که خواندیم، دیدیمش، انالایزش کردیم. میریم سر تصویری که شمرز راستا روان کرده. دوستای دیدی ترتیبی که من میخوانم، گفتم ترتیب به این نیست که اول روان کرده که دوم روان کرده. این ترتیب نظر به می است که خلاصه دمو گروپ از هر کس که اول آمد، بخاطر اینکه نخواستم کسی ناراحت نشه و نگویه که از من اول نخواندی یا دوم از من نخواندی. خواستم که کلش همین رقم دونه دونه بگویم. خب عزیزا ببینین تصویری که مربوط شمرز راستا میشه، دیزاینشان رو وارد کردم. ببینید عزیزا، اولین مشکل که اینجا هست مربوط لی اوت ما میشه. ما سایز ما کلانتر است، فرزند کور فوتو رو ما جور میکنیم کم بر دسکتاپ کار بده هم بر موبایل، ولی کور فوتو خاص بر موبایل تنها کار میده و کسی که بوده دسکتاپ اگر رو واز کنه بازی دیگه کات میکنه جایش. ببینید اگر کات دسکتاپی رو واز کنه این به این شکل دیده میشه، یعنی این قسمت ببینید تکست از جا حذف شد و خلاصه قسمت های زیادش از بالا و پایین کات میشه. در دسکتاپ این رقم نشان داده میشه. همین اگر من میال پرتمش یا اپلودش کنم در کدام کاور فوتو. و موضوع دیگه که دوستای عزیز دیگه اینا رو می‌خوایم گپ بزنیم سر المنت ها است. خب ببینین ما در قسمت دیگه بک‌گراند داریم، بک‌گراند ما رنگ‌های متفاوت دارم که این نظر به ذوق یک شخص است که رقم بک‌گراند جور میکنه، انتخاب میکنه. و تصویرم که استفاده شده تصویر سیاه‌سفید است، این خوب مچ میکنه، مشکل نیست دیگه. موضوع دیگه که از دیگه ببینین فونت، فونت که استفاده شده، تایپ فیس که استفاده شده. این تایپ فیس درست است که تایپ فیس یک موضوع نظر به شوق و نظر به سلیقه یک شخص است، ولی این تایپ فیس یک تایپ فیس است که زیاد یعنی در به اساس گرافیک دیزاین یا استفاده نداره. یک تایپ فیس بسیار اولد است و به نظر من از او که در یک تکست ساده تر که بیخی ساده می بود، ایریال می بود، خوب تر بود، ولی بازم خوبی را انتخاب کردن، مشکل نیست. و موضوع دیگه ای که فرضاً حروف اول رنگش تغییر دادن، رنگ سرخ از جا گرفتن که این بازم به نظر من تو مچ میکنه کار از سادگی مبرایه و سرازو زیاد یعنی بعضی چیز استفاده شده که نباید میشد. موضوع دیگه ای که ببینیم ما دیگه گرافیک دیزاینر داریم، این گرافیک دیزاینر همراه هیچ چیز الائن نیست. سعی کنید اگر بیایم میره دیگه بیایم نه همراه قسمت تکس بالا، نه همراه تکس پایین و حتی قسمت آخرش هم همراه چیز الائن نیست. این اگر الائن می بود خوبتر می شد. در اگر فرضا قسمت اگر با هم دیگه پالی هم نوشته می شد و این گرافیک دیزاینر فکس در زیر از این می آمدم خوبتر بود. در قسمت بک‌گراند ما یک والپیپر داریم که کاملا سیاست چهار طرفش بوده و چندین رنگ داریم. رنگ زرد است، رنگ آبیس و تقریبا رنگ شیرچایی و خلاصه این رنگ هاست در بک‌گراند که اصلا یعنی ضرور نبود کجا باشه. اگه ببینین عموما بک‌گراند ها رو ما کاملا رنگش از بین میبریم، نمیخواییم که رنگ های زیاد در داخل تصویر ما و داخل دیزاین ما رنگ ها با هم دیگه درگیر باشه. نمیخواییم که رنگ ها یک جای دیگه رو بگیره. در این قسمت اگه شما سعی کنین رنگ های زیاد باعث شده که مزاحمت کنه به این رنگ های دیگر، به این رنگ های فلت که ما داریم. و همچنان فرضاً این تکست هم گفتم که دو رنگ است، یک رقم تو مچش کرده، زیادش کرده. و به این شکل فرضاً ما آیکن ها رو داریم، آیکن ها به مو رنگ اصلی برندشان است، فرضاً فیسبوک و یوتیوب به مو رنگ اصلیشان است. و یک موضوع دیگه که فرضاً ما آدرس ها رو فور آدرسی جا انداختیم، میبینین از اون HTTP شروع شده تا آخر که به نظر من ضرورت نیست که ما مکمل بندازیم آدرس ها رو، یعنی لینک به این رقم بندازیم، بخاطر از اینکه رقمی جای زیاد میگیره و هیچ کسی را دانه دانه نمیخونه. و فرضاً اگر facebook.com/ اسم دقیقه هم بگیم همون کار هم میتونه. و این رنگ آبی که این تکس رنگ آبی که داره، این هم با این رنگ سیاهی که از ببینید طور کانترست بالا نداره،
اگر از این که فکس سفید استفاده میشه، سفید 100% استفاده میشه، در سیاه خوب تر بود. ولی بازم گفتم اینی رنگ که در اینجا هست این مزاحمت میکنه، در اینجا مانع کار ما میشه. و اگر بازم دقت کنید فعلا تکست ما در اینجا چند رنگ است، سرخ و آبی و سیاه در تکست ما استفاده شده و این تکست ما اندرلاین داره که اندرلاین نباید داشته باشه. خلاصه بعضی مشکلات هست که گفتم، فرضاً میشد کمی کمرز بک‌گراندش سفید باشه و تکس هم یک فوند دیگر استفاده میکنیم بسیار خوب بود. خب بازم در مورد مشکل لی‌آوتش هم براتون گفتم. و شمریز جان امیدوارم که نظرات من ناراحت نشی، من چیزایی که دیدم برات گفتم و من مطمئن هستم که دیزاین های بعدی انشالله که کل از این موضوعات حتما در نظر خواهد گرفتی. خب بریم سر دیزاین بعدی صحبت میکنیم دوستان. از شمریز راستا هم شد، میریم پایین تر. خود دیزاینی که از محمد شاپور هفتاد است، ایره هم سرش گپ میدنیم. میریم می دیزاین ایجا کپی کردیم میارمش. بله خب ببینید دوست عزیز، محمد شاهپور 70 چه رقم دیزاین کرده؟ دیزاینش سایزش اما سایز درست است، سایزی است که مربوط فیسبوک کاور میشه، من براتون گفته بودم. ولی مشکلی که داره ای است که لی اوت در نظر نگرفته. سیف ایریای ما این اینجاست، ببینید از این خط به این طرف و از این خط به این طرف. سکند من ایره خود میسازم، اینی قسمت سیف ایریای ماست. یعنی اگر کسی ایره داخل موبایل استفاده بکنه، اگر در موبایل استفاده کنه، از اینی قسمت یعنی فقط ببینین که خوانده میشه و این طرف یعنی گاف خوانده نمیشه، ری خوانده نمیشه و خلاصه نامکمل است. از لحاظ لی اوت مشکل داره و مشکلش هم جدی است که ایره گفتیم. دیگه از لحاظ دیزاین ببینیم دوستان، از لحاظ دیزاین کانتراست فوق العاده عالی در نظر گرفته. ببینین اینجا سیاه و سفید است، سیاهش هم یک تکسچر در بک‌گراند خود داره، البته ببینین به شکل هگزاگون یک تکسچر داره. و این قسمتش هم ببینین تکست و سیاه و بک‌گراند تقریبا سفید است و بازم یک تکسچر در نظر گرفته. اینجا معمول قامت ببینین بالانس بسیار معقول است. در طرف دست راست دست چپ ما بالانس داره، هر دوش تکست است و هر دوش زیبا در نظر گرفته شده. و قسمت وسط ما را رنگ ها استفاده شده. این رنگ های میبینین هر کدامش یعنی رنگ های متفاوت است، ولی چون یا پارت یک بخش دیزاین هستن و بسیار ماهرانه در یک جا استفاده شدن، یک کدام مشکل بر ما به وجود نمیاره. و اگر ببینین این شیپ ها امروی از این شیپ ها تقریبا یک زاویه را دارن و باز اینی شیپ ها این شیپاره که می‌بینین یا هم امرای از یا 90 درجه زاویه دارن، هم امرای از یا 90 درجه زاویه دارن، یعنی کدام مشکل پیش نمیاد. خب ما خطکش نگرفتیم، ما این شیپا با هم دیگه چرا قرار موازی است یا چقدر زاویه داره. فرضاً اینی اگه موازی نباشه، یعنی شیپا اگه موازی نباشه مشکل نیست، حداقل امو زاویه را که امرای از این خط داره باید امرای از هم داشته باشه. فرضاً بازم میگم پیشتر میزنم، مثلا اگه ما 10 دانش زاویه متفاوت در اسکرین داشته باشیم خیر است، 10 زاویه متفاوت فرضاً بیننده میگه که این دیزاینر از قصد کار کرده. ولی اگه ما 3 دانه زاویه داشته باشیم و 3 زاویه با هم دیگه فرضاً 5 درجه و 10 درجه با هم دیگه تفاوت داشته باشه، بازور میگن که یک اشتباه است که گرافیک دیزاینر نتونسته اینو درست منیج کنه. خب بازم شاپور جان دیزاین مقبول است، ولی تمام مشکلی که دارم مشکل لی اوت است که فعلا برای دسکتاپ کار نمیبخشین، برای موبایل کار نمیده، فقط برای دسکتاپ کار میده. میریم و دیزاین بعدی رو سهل میکنیم. خب این قسمت دیزاین ها خلاص شد، اما تو میریم پایین دیگه دوستای ما اینجا پست کردن، اونا رو هم پیدا میکنیم. خب این دیزاین رو سرش صحبت کردیم، بازم پایین میریم. بله دیزاین دیگه خب تلاش تی ام میریم میبینیم که دیزاین از اینا چه رقم است. دیزاین شما اینجا دارم. بله خیلی دسکرین خود جور میکنیم. بله خب بسیار مقبول، اینا همه چیز در نظر گرفتن، فرضاً اینا لی اوت خوب در نظر گرفتن، تصویر ببینید داخل سیف ایریای ما است
و ایجا هم ببینین تکست و تمام چیزا نوشته کردن داخل سیف ایریا است. خب اینا در مورد قوانین و در مورد المنت ها صحبت میکنیم. ببینید دوست عزیز، یک قانون ما داریم به نام پراکسیمیتی. پراکسیمیتی براتون درس دادیم، پراکسیمیتی فاصله المنت ها را به ما نشان میده. مثلا در یک قسمت شما سعی کنین اسمت امرای از این لوگوی کابلکایت بسیار زیاد نزدیک آمده، بسیار زیاد نزدیک آمده و قدر نزدیک نباید باشه. و اخیر در قسمت بسیار پایین، در قسمت پایین رفته و امرای هیچ چیزم الائن نیست. فقط اگه ببینین اینجا هیچ گونه الائنمنت در نظر گرفته نشده، ببینین فرضاً اگر که من اسمت و امی لوگو را اگر نیمان بکنم از بین اخگر فکر زمینی میشم قرار نمیگیره. و از لحاظ گفتیم از لحاظ پراکسیمیتی ای باید دیجه نباشه. فرضاً اگر می لوگو را در این قسمت استفاده میکنن، در این قسمت که ببینیم بکگراندش سیاه و سفید است و خود از این رنگ پرپل داره، بسیار خوب معلوم هم میشد و خلاصه لوگو بود و لوگو کل چیز منظور میرسانه، ضرورت به این نبود که زیاد امرش تکست باشه. و فرضاً قسمت اخر هم که در قسمت پایین تر نوشته کردن یا زیاد مناسب نیست که در جایی رقم نوشته شده، بسیار بلوبارک شده در جایی که بسیار خورد. فرضاً بالا ما نگتیف اسپیس زیاد داریم ولی کل چیز ما در پایین بینید نزدیک نزدیک هستن، بخیر هم نگه چسبیدن. و همچنان دوستای عزیز یک موضوع دیگر که میخواستم براتون در این مورد بگویم که ما یک قانون دیگر داریم به نام کانتراست که همیشه براتون میگم. در این قسمت شما سعی کنین فرضاً ما آیکن استفاده کردیم، یعنی دوست ما آیکن استفاده کردن، ولی آیکن دمروی از این رنگ، این رنگ سیاه و پرپر ایچ با هم دیگه درست خوان نمیخوانم، یعنی با هم دیگه درست همخوانی نداره. اگر امکان از این بود که این آیکن ها رنگش سفید می بود بسیار زیاد مقبول تر می شد. و همچنان بازم اینجا هم ببینید قسمت های پایینش تکست که نوشته است، این باید آیکن های کمک از این خورتر می بودن و یک کمک آیکن ها خورتر می بودن، تکست های کمک خلاصه از یالت ببینید بولد هستن و درست خوانده نمیشن. و ببینید باز این تکست ها امروی از این گرافیک دیزاینر که در پایین نوشته است که بسیار زیاد با هم دیگه نزدیک هستن. فرده این گرافیک دیزاینر میشه در اینجا نوشته شده امروی یک رنگ سفید. ای اسمت اگر فردان اگر ضرورت به داشتن از این ضرورت میبود که باید ایجا باشه ای در قسمت بالا میتونستیم بریم یا ایکن در ایجا میتونستیم بریم و ای سه دانه ایکنه که دیگر خورد میکدیم تکسایشون یک کمک واضح تر میساختیم. و اگر که در ایجا جایی نمیشد، جای ما کم بود، فردان میتونستیم ایجا پلو ارسش بانیم، میتونستیم در قسمت بالا بانیمشان. خلاصه میشد طور لیاوت ما طور باشه که ضروریات ما را حل کنه، یعنی لیاوت ما حتما این مهم نیست که من این رقم لیاوت داشته باشم، بلکه ضروری است که ضروریات ما در او حل شوه و امی در قالب یک لیاوت خوب باشه. پس اینجا گفتیم چند قانون نقض شده، پراکسیمیتی نقض شده، فلان ریپیتیشن هم نقض شده، اینجا ریپیتیشن هم نقض شده. و یک موضوع دیگه ببینید دوستان عزیز، امی بک‌گراند ما هکزاگون است و این بک‌گراند در اینجا قدر همخوانی با یه چیز نداره. اگر میشد که یک بک‌گراند دیگه می بود شاید که معقول تر میشد. خب در مورد ازی هم صحبت کردیم تلاش جان، امیدوارستم که ناراحت نشده باشی، موضوعات هم برات گفتم. میریم پایین تر ببینیم که دیگه دیزاین، خب یک دیزاین دیگه دیجه داریم از ابوذر امیری. این دیزاین ما رو دوباره پاک میکنم و دیزاین بعدی رو میاریم، این دیزاین است. خب دوستای عزیز ببینین این دیزاین ما، دیزاین ما از لحاظ لی‌آوتش مقبول است. اگر ببینین مقبولی دایره را استفاده کرده و اگر ببینین دو دانه چیز استفاده کرده، یعنی خط کش کرده و ایده و دو قسمت تقسیم کرده که لی‌آوت ما قبلا هم یک دوستای دیگه هم تقریبا یک لی‌آوت شبیه از همین جو استفاده کرده بودن که هر دوش مقبول است، مشکل نیست. تصاویر که استفاده کردن اینا هم زیباست، مقبول است. یک چیزی که از دیجا مشکلی که هست، ببینید مثلا این قسمت تکست را که نوشته کردن از سیف ایریا و پایین نوشته کردن، ببینید این قسمتی است که گفتم در دسکتاپ اینجا معلوم نمیشه، در دسکتاپ اینجا معلوم میشه و در موبایل این قسمت معلوم میشه. یعنی این قسمت سیف ایریا ماست. اگر بخوایم که هم در موبایل هم در دسکتاپ نتیجه خوب بده دیزاین ما، باید دیجا استفاده میشد.
خب یک موضوع دیگه، موضوعی که یعنی آی کنار رو ببین استفاده کردن، در اینجا طور استفاده کردن که میخواستن در موبین باشه، میخواستن که در مرکز دیزاین ما باشه اینی دیزاین آی کن، ولی یک کمک کت شده. ببینین این طور در نظر میرسه که دیزاینر اشتباه کرده باشه یا نتونسته باشه که مو قسمت مرکز پیدا کنه. ما گفتیم که یا ای که اردوی از این بیخی در این قسمت می آوردیم، در این طرف می آوردی یا در این بالا می بردی فرزن، یا ای که اگه ایج استفاده کرده بودی باید فکس در سنتر می بود. و این قسمت هم گفتم دیگه ایج معلوم نمیشه بر ما، ای اشتباه است. و دیگه ما آمد موضوع تکس که دیجه داریم. ببینین ما یک لوگو داریم، فرضا این لوگو میشه این بالا استفاده شده امرای تمام چیزی که دیجه است و کانترست دیجه بخی کم است. ببینین تکس ما تقریبا گری است، این تکس ما سیاه است و این دیگهش گری است و بکگراند ما هم گری است و کل چیز در روی سکرین دارک است و ای ایج یک کانترست صحیح نداره. رنگ از یک سفید میشد مثل از تکست واری بسیار مقبول میشد. فردن اینی لوگو در ای بالا می بود، در داخل قسمت اک چوکات می بود و ای لرن گرافیک دیزاین در ای پایین نوشته میشد، بسیار مقبول میشد و این دیزاین لوگو در ایجی می آمد. ما هم بلنس داشتیم، هم پروکسیمیتی داشتیم و اگر اینی تکست هم فرزن مربوط یوتیوب و فیسبوک میشه یا هم در این قسمت می آمد، بسیار مقبول تر میشد. خود دوست دارید یا میتونستید فرضاً این در این قسمت موبایل اینجا خرطرک نوشته کنیم و در بالای از او لرن گرافیک دیزاین کلانتر نوشته کنیم و همچنان موضوع فونت است. فرضاً شما این لوگو رو استفاده کردین، این لوگو مکمل تکسای سریف استفاده شده، تکسای سریف استفاده شده ولی شما سن سریف استفاده کردین که تکسای سریف و سن سریف هم براتون درس دادیم در آموزش گرافیک دیزاین، در کورس آموزش گرافیک دیزاین بخش تایپوگرافی برین و چطور مکمل معرفی کردیم و خوب است که هم در نظر بگیریم. خب دیگه گفتیم مکمل در مورد هم صحبت کردیم، چیزی که داشت گفتم میریم و تصویر بعدی رو وارد میکنیم. خب در مورد تصویر صحبت کردیم، اینم صحبت کردیم. من این تصویر از امیر احمد. خب امیر جان تصویر شما را سرش گپ میزنیم. حالا آمد برای آمد تصویر که امیر جان دیزاین کردن، ببینید دوستای عزیز بسیار مقبول است، بسیار مقبول است. چیز اضافه داشت نماندن امو موضوعات را که من گفته بودم، یعنی معرفی کنه پیج، پیج بسیار خوب معرفی میکنه. ببینین امرای آیکنای تمام برنامه های جاست و نام مام نیست، عکس مام نیست، طور گفته بودم گرافیک دیزاینر بسیار مقبول دیجا نوشته کردم با دو فونت. ببینین یک فونتش که از سنس ریف است و دیگهش که از ستایلش است که یک کانترست به وجود آورده و همچنان ببینین آیکنار طور چیندن که این هم با همدگه یک کانترست دارن هر کدامشان و هم پروکسیمیتی دیجا در نظر گرفته شده. ببینین وقتی که این آیکنا اگر که از همدگه ببینین خوب سایزشان متفاوت است. اگر هم سایز می بودن و یک دو سانتی کم می بود و یک اشتباه بود، ولی ای که ببینین خوب صحیح از او خرد ساخته از او کده و خردتر و خردتر و خردتر، این ما میگیم که دیزاینر خودش کار از قصد انجام داده و این بسیار خوب است. و همچنان اگر شما سعی کنید در هر کنم از این مربعها همی خود آیکنای سافتیرهای ایجا است و بغیر از دو سایز یک چیز دیگر هم میخواستم بگم رنگ بسیار خوب استفاده کردن. رنگ ها درست است که چندین رنگ است ولی تمام رنگ ها از یک فامیل است، تمام رنگ ها از یک فامیل است، کلشان به یک رقم تنت دارن و بکگراند ما میبینیم چندین رنگ است، کلش مربع است و تمام مربع ها به یک طرف هستن، کلشان مثل که یک زاویه 45 درجه داشته باشن هم در بکگراند و هم در این مقابل که است. تنها چیزی که میخواستم براتون در این مورد بگویم، در مورد تنها اشتباهی که فکر میکنم یک اشتباه است در این است که اگر شما ببینین ما خود گفتیم که سیف، ببینین سیف ایریای ما چقدر است، این سیف ایریای ماست نه؟ وقتی تصویر روشن میکنم ببینین این تصویر یک حاشیه داره، این حاشیه دی طور است که فرضاً این قسمت های حاشیه و این قسمت ها در موبایل نمیایه، در موبایل اگه ببینی فقط یک خط در بالا یک خط در پایین اضافه است، این قسمت های دیگهش نمیایی، حاشیه مکمل نمیایی و باز در دسکتاپ اگه ببینی باز این قسمت های سفیدی نمیایی، این حاشیه طور میشه که فرضاً اینجایش میایی، این قسمت خالیگاه میایی، این حاشیه میایی طرف طرف ولی بالا و پایینش نمیایی و در نظر میرسه که یک چیز یک اشتباهی در اینجا هست.
پس ما وقتی که یک حاشیه را استفاده میکنیم یک چیز، یعنی این بسیار مقبول است اگر به شکل چاپ شود یا به شکل استفاده شود به شکل که است، ولی ما این را میفهمیم که این هرگز این رقم دیده نمیشه. اگر در دسکتاپ بندازیم بالا و پایینش حذف میشه، اگر در موبایل فرض را ببینیم طرف دست چپ و دست راستش 90 سانتی کت میشه. پس همین خوب است که ما فرزند تو یک دیزاین اگر داشته باشیم باید کوشش کنیم طور باشه که در هر صورت او قابل استفاده باشه، و اگر که میبینیم که در این کار ما در فرزند این کور استفاده نمیشه باز میشه که جایگزینش یکان دیزاین دیگر بگذاریم. در کل این بسیار مقبول است و ما واقعا از این خوشم آمد. خب میریم و دیزاین بعدی رو میبینیم که از کی است و چه رقم است. میریم پایین، بله این دیزاین است از پرویز خان جبارخیل. خب دوستای عزیز میبینیم تصویر ما اینجا وقت گرفتیم، در اینجا دارم این تصویر است پرویز جان. ببینیم که تصویر شما دیزاین شما چه رقم است. خب بسیار خوب دوست عزیز، میفهمم که پرویز جان اولین کسی بودن، فکر میکنم اولین کسی بود که تمیل جور کرد و پست کرد، به خاطر از اینکه من یادم هست همون لحظه ای که من پست گذاشتم تو فکر میکنم من اولین نفر امینا بودن که پست کردن. خب ببینین تصویر که اینا جور کردن، یعنی کاور فوتوی که اینا جور کردن، این بسیار خوبش است. از هر لحاظ ببینین هم لی‌آوت در نظر گرفته شده، هم ببین تصویر استفاده کردن، با وجود که خیر است من خود گفتم که تصویر اگر استفاده نکنین مشکل نیست، نام اگر نوشته نکنین مشکل نیست، ولی بازم مشکل نداره، خیر است کسایی که استفاده کردن خود تصویرش استفاده کردن در یک طرف و نام در قسمت دیگه است. تنها مشکل که در اینجا است این قسمت ببینین و ما معلومات در مورد فیسبوک و در مورد یوتیوب که داریم این در موبایل خوانده میبخشن، در دسکتاپ خوانده نمیشه. ببینین از سیف ایریای ما پایین تر است، خط سیف ایریای ما است که از او کده پایین تر است. من این تصویر قبلی رو گل میکنم ولی اسم میکنم ببینید نشان میدم بردن این قسمت که پایین خواهی trimmed on desktop یعنی دسکتاپی کت میشه، یعنی نیم از این معلومات دسکتاپ کات میشه و این بسیار خوب بود اگر این به خاطر بالانس که خوب شوه، یک بالانس موجود داشته باشه اگر اینی نام هم از این طرف شروع میکردیم. خب اگر که امیر رقم یک لاین میگرفتی و امی آیکن ها فرضاً تمامش از اینجا شروع میشد و این نام اگر تا اینجا میامد از اینجا شروع میشد، تا خیر است اگر که تا این قسمت زیر از این تصویرم رفته بود ادامه میداشت خیر است، به خاطر که یک بالانس می بود، یعنی همین رقم که این نصف راست استفاده که این نصف چپ هم استفاده میکردی بسیار خوب بود، یعنی نگاتیو اسپیس جا داشتیم بسیار نگاتیو اسپیس ما خوب است و بک‌گراند هم که استفاده کردی بسیار خوب بود، بک‌گراند ما یک بسیار خیره است و کدام خلاص کدام موضوع دیگه نداره بسیار خوب است، فقط کمک کرده مورد بالانس و می اگر دقت نکردی دیگه بسیار پرفکت است بسیار مقبول. خب دوستای عزیز تمام کورهای رو که ما روان کرده بودین در مورد صحبت کردم، امیدوار هستم که از کسی نمانده باشه. همین کورهایی که در این قسمت من دارم تمام از همین کورهایی است که پیش بر من رسیده، دقت کنین و از بین تمام از این کورهایی که ما ارسال کردین من کمک تمدیدش کلانتر میکنم، به نظر من سه تا از یا خوب است، یکی امی است، یکی ایتا است و یکی هم اینی است و ایره واسه جان روان کردن، واسه نوری، ایره پرویز خان جبارخیل روان کردن و ایره یادم رفته کی روان کردن، دوباره یک چک میکنیم بریم بالا. این اینجاست که ایره امیر احمد روان کرده. کلش خوبش است، من امرایتون هستم، دیزاین کنین بفرستین، من کارخانگی های دیگه میتونم این موضوعات کار گفتم در نظر بگیرین، حتما حتما کارتان در آینده خوب تر از اینه باشه. خب دوستای عزیز من در جریان درس چند موضوع رو یاد کردم، یکی گفتم پراکسیمیتی، دیگه گفتم بالانس، دیگه گفتم کانتراست. یا را کلش دوستای عزیز اگر نخوندین برین در چینل یوتیوب ما، من یک پلیلیست از دوجه به نام گرافیک دیزاین کورس یا آموزش گرافیک دیزاین یک پلیلیست است، در داخل از این 19 ویدیو ببینین در اینجا ما همین موضوعات گفتم در مورد صحبت کردم، در مورد رنگ صحبت کردیم که وجود براتون گفتم، در مورد شیپ ها صحبت کردیم که پیشترم یاد کردیم، دیگه در مورد تایپوگرافی پیشتر گپ زدیم که سان سرف و یار گفتم، دیگه در مورد کانتراست گپ زدیم، در مورد الائنمنت گپ زدیم، در مورد بالانس گپ زدیم، در مورد پراکسیمیتی گپ زدیم، دیگه تمام از این چیزها رو اگه بخونین بسیار خوب است براتون فایده میرسه.
امیدوار هستم که دوستایی که دیزاین خود روان کرده بودن و در موردش صحبت کردیم ناراحت نشده باشن و دیزاین های بعدی حتما خواهدی کرده خوبتر می باشم. من مطمئن هستم. کوشش کنین، روان کنین، امرایتان هستم، صحبت می کنیم، گپ می زنیم و حتما خوب بشه. دوستای عزیز لطفا چینل مرا سابسکرایب کنین و با دوستانتان در اشتراک بگذارین و اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهاد دارین از طریق کامنت که در زیر ویدیو است با من شریک بسازین و حتما جواب میدم. وقت خوش میخوایم برتان عزیزا و خدا نگهدار شما.